درود بر شما. 18 آذر ماه 1401 خورشیدی و 9 دسامبر 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به افراد و خانواده مسئولان و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا. پرده آخرم خواهیم داشت. آخر رسانه‌های منابع تبلیغاتی امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی مشرق نیوز و خبرگزاری مهر. از مجموع جمعیت بیکار کشور 36% فارغ التحصیلان آموزش عالی اند یا میبینین دیگه، یا کارشناسی ارشد دارن یا دکترا. 36% یعنی از هر 3 نفر بیکار یکیشون یا دکتر یا فوق لیسانس. این آمار سال 96ه. 4 سال بعد 1400 آمارش رو نگاه کنیم، و این تازه با چشم بستن بر آمار کاملا ساختگی جمعیت بیکار کشور توسط جمهوری اسلامی است. آمار ساختگیشون میگه جمعیت بیکار کشور 2,300,000 نفره، یعنی آمار واقعی میدونیم که خیلی بیشتر از اینه. خب از این جمعیت بیکار چند درصد چون فوق لیسانس و دکترا دارن؟ سال 1400 آمار رسمیشون میگه بیش از 40%. در حال حاضر 2,291,604 نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور حاکی از آن است که 40.3% بیکاران کشور در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی قرار دارن. خب اینا چجوری نون میخورن؟ مسافرکشی، کارگری، ساختمون، گارسونی، شاگردی مغازه و امثال هم که هیچ ربطی به تحصیلاتشون و تخصصشون نداره. چرا نمیرن یک کشور دیگه؟ چون هرجا برن قاعدتا بهشون احتیاج دارن، کار خودشون رو بر اساس تخصص و تحصیلاتشون میتونن بکنن. و یک، چون پول ندارن. دو، امکانات و پارتی و رابطه ندارن. خب پس این همه که میرن خارج، آمریکا و کانادا و اروپا مخصوصا، اینا همه با امکانات و پول و پارتی میرن. اقتصاد نیوز و آفتاب نیوز نوشتند رئیس اداره عملیات زمینی سپاه در خرداد امسال در یک برنامه تلویزیونی از زندگی 4,000 نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد و گفت امروز نزدیک 4,000 فرزند برخی از مسئولان در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند. این افراد باید رصد شوند تا در آینده هیچ پست مدیریتی در جمهوری اسلامی به آنها داده نشود. یکی دیگر از مسئولان این تعداد را 5,000 نفر برآورد کرد. تولد نوه، من ادامه مطلب رو دارم میخونم. تولد نوه علیرضا زاکانی شهردار تهران در زوریخ سوئیس و مهاجرت انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور و یک معاون وزیر به کانادا از جمله موضوعات پربازتاب در فضای مجازی و در میان افکار عمومی بوده است. مهاجرتی که معاون رئیس جمهور آن را سفری با اهداف دانش بنیان خواند. یکی دیگه، دوباره ادامه متن ها، متن خودشون، اقتصاد نیوز و آفتاب نیوز. مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم و از چهره‌های اصولگرا نیز در واکنش به خبر مهاجرت همه فرزندانش به خارج از کشور گفت که هدف این سفر تحصیل علم و دانش بوده و فرزندانش سفیران گویا برای نظام هستند. هرچند به گفته رسانه‌های طرفدار دولت، رئیس جمهور دستور داد تا اگر پدر رفت پسر هم برود، اما وی تاکنون در مورد خروج فرزند معاون خود از کشور و مهاجرت به کانادا سکوت کرده است. فرزند خانم خزعلی در کانادا در شرکت یکی از متهمان پرونده‌های موسوم به ارزش افزوده شاغل است. حجم این پرونده بر چند هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. شرکت مادر و سرمایه‌گذار وی در کانادا ویگیت نام دارد که مالک آن پرونده 8000 میلیارد تومانی دارد. آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات گفته بود این شرکت ها با پشتیبانی که داشتند جیب مردم را زدن. معاون رئیس جمهور به این اتهام مطروحه که فرزند او نیز در پرونده های ارزش افزوده دست داشته یا خیر پاسخی نداده است. حالا ایشون که پاسخی نداده است که پسر گل پسرش کجاست؟ در شرکت یکی از متهمان همین پرونده 8000 میلیارد تومانی شاغله. خب من یه نکته رو به متن اقتصاد نیوز اضافه کنم که کبرا خزعلی هم یکی از فرزندانش در آمریکاست و یکی دیگه در کانادا، خواهر انسیه خزعلی. کبرا خزعلی عضو شورای انقلاب فرهنگی است و انسیه خزعلی هم که میدانید یکی از شغل‌هاش معاونت رئیس جمهوری اسلامی هم سید محرومانه.
شش کلاس سوادی نهار نخورد است. ادامه گزارش اقتصاد نیوز رو خدمتون میخونم. محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت رفاه نیز که از سوی رئیس جمهور به عنوان جانشین حجت الله عبدالملکی در نظر گرفته شده است، بنا به ادعای یکی از چهره‌های سیاسی کشور در فاصله سال‌های 71 تا 73 و 80 تا 82 در کانادا زندگی کرده و دو دخترش دارای تابعیت کانادایی هستند. و دفتر محسن خجسته مهر رئیس شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت نیز حاضر به پاسخگویی به سوال آفتاب نیوز در مورد مهاجرت فرزند وی به کانادا نشد و و و و کمپینی راه افتاد در آمریکا به اسم کارزار مطالبه شفافسازی فرزندان وابستگان حکومت درباره حضور مسئولان جمهوری اسلامی در آمریکا و بقیه کشورهایی که جمهوری اسلامی بهشون میگه استکبار، مثل کانادا و استرالیا و بقیه کشورهای به اصطلاح غربی غرب. مسئول این کارزار آقای کیانوش رزاقی هستن، حقوقدان و وکیل دادگستری در آمریکا. در اینستاگرام ایشون بیش از 900 پست تا امروز من دیدم، فهرست بلند بالایی است با عکس و مشخصات وابستگان و مسئولان جمهوری اسلامی که تو این کشورها دارن زندگی میکنن و اغلب شهروند این کشورن یا تابعیت این کشورها رو دارن. و این صفحه اینستاگرام آقای رزاقی است که دارین نگاه میکنین و در دسترس عموم هست، میتونین بریم ببینین. تا پایین همین جوری که میاد این صفحه پر است از مشخصات وابستگان به مسئولان جمهوری اسلامی ایران در به ویژه آمریکا، کانادا و اروپا. آقای رزاقی نمیدونم که تشریف در خدمتتون هستیم، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. چرا، سوال نخستم این است، چرا این کمپین رو شروع کردید؟ یعنی کارزار مطالبه شفافسازی فرزندان وابستگان حکومت در خارج از کشور. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام بینندگان عزیز. ابتدا اجازه بدید که تسلیت عرض بکنم شهادت این جوان رعنای میهنمون آقای محسن شکاری رو که امروز به دست جلادان وابسته به ولی فقیه به دار آویخته شد و نامش برای تاریخ ایران جاودان خواهد بود. و درود میفرستم خدمت همه هممیهنان عزیزم که واقعا در این نزدیک به 90 روز گذشته جهان رو و حکومت ایران رو و ما ایرانیان خارج از کشور رو شگفت زده کردند و نشون دادند که مردمی باهوش و فداکار هستند. و به همه این عزیزان درود میفرستم و امیدوارم که هرچه سریعتر به آنچه که میخواهند که چیزی جز عزت و سربلندی و آزادی نیست برسند. در پاسخ حضرت عالی عرض میکنم که ببینید این کمپین رو من شروع کردم به دلیل اینکه نیاز جامعه ایران بود، یعنی چیزی بود که مردم ایران براشون مهم بود. سالها از حدود 8-9 سال پیش که من در امریکا ساکن هستم، موارد زیادی از اینکه وابستگان رژیم به آمریکا رفت آمد داشتن رو می‌دیدم، مواردی از سکونت فرزندان اینها رو در اطراف خودمون در همین منطقه واشنگتن دی سی می دیدم و خب اینها ذهن خود من رو مشغول می کرد که خب با توجه به شعارهای غرب ستیزانهی که از روز اول جزء شعارهای اساسی این حکومت بوده و چه بسا محور سیاست های این حکومت بوده، خب رفت آمد اینها
نه به خاطر امور کاری، بلکه برای بیزینس و سکونت در این کشورها، برای خود من همیشه جای تعجب. و وقتی که چند تا از پست‌های اولیه رو گذاشتم در رابطه با افرادی که به نظر می رسید وابستگی به حکومت ایران دارن در آمریکا، با استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شد این پست‌ها و مردم شروع کردن پیوستن به این کمپین و به این کارزار و مشخص شد که این مطالبی که من در این کارزار مطرح می‌کنم در واقع خواسته مردم ایران هست، خواسته بخش بزرگی از مردم ایران هست. علت این که چرا این خواسته بخش بزرگی از مردم ایران ره، در واقع یکیش همین مسئله غرب ستیزیست که سالهاست در تریبون‌های مختلف جمهوری اسلامی مطرح میشه، از اون شعار شرم‌آور و معروفشون که مرگ بر آمریکا هست و مرگ بر کشورهای دیگه هست شما در نظر بگیرید، تا سیاست‌های مختلفی که اینها در داخل و خارج بر محور ستیز با غرب و انتقاد از فرهنگ و تمدن غربی تدوین کردن و مردم ایران رو با داشتن 14 هست که تابان اون سیاست‌ها رو پرداخت بکنن. در ادامه این بحثمون اگر وقت بشه نمونه هایی رو عرض خواهم کرد که از همون روزهای اول اون فتنه 57 که مسئله غرب ستیزی مطرح شد و بعدش منجر به اون فاجعه اشغال سفارت امریکا در تهران شد، همون افرادی که اون فاجعه رو به بار آوردن و 4 نسل که و 4 دهه هستش که مردم ایران دارن تاوان اون فاجعه و اون خیانت این افراد رو میپردازن، همون افراد رو میبینیم که بچه هاشون رو به آمریکا فرستادن. بله میرسیم به مشخصات میرسیم. من برای اینکه پرهیز بکنیم از کلی گفتن، گفتم که همینجا صحبتتون رو با اجازتون قطع بکنم که بتونیم روی مشخصات هم صحبت کنیم. من تا قبلش سوال آخه از یک زاویه دیگه هم میشه دید. ببینین یعنی سوالم اینه که چرا مسئولان جمهوری اسلامی فرزندان و خانواده هاشون رو به خارج میفرستن؟ به 2 دلیل میشه نگاه کرد. آیا واقعا مسئله بیشتر به این دلیل است که یه عده از گلپسرها و دختر خانمای مسئولین حالا یا با پدر مادرشون زاویه فکری دارن یا به هر دلیلی دلشون خواسته از ایران بیان بیرون، حکومت که نمیتونه جلوشونو بگیره، که نمیتونه اینا رو بگه همه خانواده های مسئولین ممنوع الخروج، خب میان بیرون، میرن دانشگاه، میرن نمیدونم فلان جا کار میکنن، دکون دستک، حالا از آزاد دکون دستک های میلیونی و میلیاردی میزنن، ولی به هر حال میان بیرون. این یه مسئله است، مخصوصا اونایی که میرن درس میخونن. یا خود حکومت از این مهاجرت ها سود میبره؟ سوالم مشخصا اینه، اینه یا اونه؟ خلاصه بفرم. ببینید اون فرضیه اولی که فرمودید اون چیزیست که معمولا خود حکومت تبلیغ میکنه و معمولا اون مسئولین حکومت که اوناشون که جواب میدن به حساب، خیلی هاشون که همینطوری که شما در مقدمه که خوندید جواب نمیدن، اصلا وقتی کسی ازشون خبرنگاری کسی ازشون سوال میکنه هیچ پاسخی نمیدن و اهمیتی نمیدن، اوناشون که جوابی میدن همین مطلب رو میگن، میگن خب ما که زورمون به بچه‌هامون نمیرسه، اینا اختیار خودشون دارن، از کشور خارج میشن و میرن درس میخونن یا میرن خارج از کشور. و بعضا اینجا هم این آقایون و خانومهایی که فرزندان اینها هستن ما باشون مواجه شدیم، اونها هم اونایشون که یه وقت جوابی دادن به سوالاتی که شخص خود من در صفحه مطرح کردم و در این کارزار مطرح کردم، اونها هم همین حرف رو میزنن، چرا ما رو همون از پدر مادرمون جدا کردیم، کارهای پدر مادرمون به ما هیچ ارتباطی نداره و ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم. این توجیه است که اونها میدن. البته من معتقدم که این توجیه اشتباهی است و این فرضیه اشتباهی است به دلایلی که توضیح خواهم داد، ولی حرف اینجاست که حتی اگر این حرف درست باشه، یعنی این فرضیه درست باشه،
باز دوباره یه سوال بزرگی که مردم ایران باید از این آقایون و خانم‌ها بپرسن این استش که شما چطور برای 10 میلیون جوان ایرانی تعیین تکلیف میکنید؟ سبک زندگی خاصی رو اونجوری که شماها فکر میکنید درسته به اینها تحمیل میکنید، اما به بچه های خودتون که میرسه زورتون به اینا نمیرسه و اینا آدم های مستقلی هستن و اینا حق دارن هر جوری که دلشون بخواد راهشون رو تعیین بکنن. خب اگر شما چنین حقی رو قائل هستید برای جوانان کشور که حق داشته باشن راه خودشون رو مستقل تعیین بکنن و زیر بار اون عقایدی که شما تبلیغ میکنید نمیخوان برن، خب چرا این حق رو به عموم جامعه نمیگید؟ شما چرا دختر خانومی مثل مهسا رو صرفا به خاطر اینکه پوششش اونقدری که شماها دلتون میخواد اون شکلی که شما فکر میکنید باید باشه نبوده میگیرید و چند ساعت بعد پیکر بی جانش رو تحویل خانوادش میدید، اما فرزندان شما اگر راه شما رو نمیخوان برن، عقاید شما رو قبول ندارن، به اینها پول میدید، امکانات در اختیارشون میذارید و اسبابش رو فراهم میکنید که به کشورهای دیگه برن و آزادانه هر چی دلشون میخواد زندگی کنن. اما این یعنی میخوام بگم حتی اگر این فرضیه اول درست باشه، این فرضیه و استدلال مردود و غلطی، اما واقعیت این استش که نه، ما دلایل و مدارک زیادی داریم که نشون میده جریان فرستاده شدن این تعداد انبوه از فرزندان و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی به ویژه در کانادا، آمریکا، استرالیا و چند کشور اروپایی از جمله آلمان، انگلستان و سوئد، این مسئله ساده ای نیست. این به نظر میرسه یک جریان هماهنگ شده با رأس حاکمیت در ایران و این افراد با هماهنگی کامل با مقاصد مشخصی خارج از کشور. ما متعددی رو داریم که نشون میده که یک اولا دیپلماسی پنهان و پشت پرده ای از طریق این افراد بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی و کشورهایی که میزبان این بچه ها هستن برقراره. به علاوه اسناد و مدارکی داریم و نمونه های متعدد داریم که نشون میده که یک بازرگانی و تجارت پشت پرده و پنهان و غیر رسمی هم بین فرزندان اینها و از طریق فرزندان اینها که مقیم کشورهای غربی هستند با داخل ایران داره انجام میشه. یعنی پدر مادرهای اینها در داخل ایران روابط خاصی رو فراهم میکنن از رانت خودشون برای تسهیل انجام امور تجاری در آنجا استفاده میکنن، اون امضاهای طلایی که میدونی در ایران وجود داره از اونها استفاده میکنن. این افراد هم با تکیه بر اینکه پدر مادرشون در ایران نفوذ دارن اعتماد شرکای خارجی رو جلب میکنن و پروژه های مختلف میگیرن و در واقع پشت پرده همون چیزی که عملا جمهوری اسلامی با سیاست های خودش باعث شده که متوقف بشه، یعنی روال و جریان عادی داد و ستد و بیزینس و تجارت به ایران و کشورهای دیگر رو مختل کرده، همون رو پشت پرده دارن از طریق فرزندانشون و وابستگانشون دارن انجام میدن. در واقع انجام تجارت با خارج رو به واسطه رفتارهاشون برای مردم عادی امکانش رو از بین بردن، اما خودشون در عمل از طریق همین وابستگانشون و فرزندانشون که به خارج از کشور فرستادن مشغول انجام همون تجارت ها هستن و طبیعتاً فساد بسیار بزرگ اینجا هست و سودهای بسیار کلان. بنابراین بارت پشت پرده و دیپلماسی پنهان به نظر من یکی از مهمترین دلایل و شاید بگیم مهمترین دلیل فرستادن هدفمند تعداد زیادی از فرزندان و وابستگان حکومت به خارج. آیه رزاقی، من هم از شما میپرسم هم از اتاق فرمان. این اسکایپ واقعا من نمیدونم چی بگم که اسکایپمون چرا خرابه؟
آیا به دلیل ارتباط اسکایپ سالمه؟ ما که صدا رو درست نمیشنویم و تصویر هم خراب میشه و حیف واقعا که ما اینجوری ادامه بدیم. اگر میتونیم تصویر رو درست کنیم و صدا رو ادامه بدیم، اگر نه نمیدونم یه کاری بکنیم، چون بیننده ها من میدونم که باید رو اعصابشون راه بریم وقتی که نگاه میکنن این برنامه رو. من خودم الان ادامه بدم یا اینکه همین الان دوباره بس میکنیم؟ بسیار ادامه میدیم. پس آقای رزاقی یک سوال دیگه در کنار دلایلی که مطرح کردید، آیا مسئله ایجاد پایگاه برای فرار مقامات رژیم جمهوری اسلامی در صورت سقوط نظام، یا از همه میدونیم که تا حدی شروع شده است این فرارها، ترک کشورها، چون تو هر کشوری که باشن به هر حال پدر مادرشون وقتی که برسن این بچه ها باشن میتونن تقاضای در بیشتر کشورها لااقل میتونن تقاضای شهروندی حتی بکنن بلافاصله، پیشا پیش میتونن تابعیت بگیرن، مثلا در آمریکا میتونن گرین کارت بگیرن. آیا یه دلیلش این نیست که اینا در واقع یه جاهایی برای خودشون درست کردن که وقتی میخوان درن از ایران بتونن صاف بدونن مقصد کجاست و به همین دلیل هم این بچه هاشون معمولا چهره های خیلی علنی ندارن؟ ببینید، مسئله ایجاد پایگاه برای خود اون فردی که در ایران مقام داره و خانواده درجه یکش، حتما یکی از اهداف فرستادن این بچه ها به خارج از کشوره. حالا این که بعدا اگر رژیم سقوط بکنه و اینا جایی داشته باشن برای رفتن، حتما این یکی از در واقع گزینه ها میتونه باشه. حتی اگر رژیم سقوط هم نکنه، به هر حال ببینید اولا اینها خیلی هاشون دیگه در سن و سالی هستن بعد از این 40 سال که دیگه در سن و سال بازنشستگی هستن و اون مافیاهایی که درون ایران درست کردن رو خیلی قشنگ جا انداختن و باستگان خودشون رو هم در اون بیزینس هایی که در ایران دارن. آقای رزاقی، بله ادامه میشنویم. بله، وابستگان خودشون رو هم در واقع در اون بیزینس ها گذاشتن و خیلی هاشون قصد دارن برن بازنشسته بشن. خب این پایگاه رو دارن در خارج از کشور، میان پیش بچه هاشون. کما اینکه نمونه هایی رو ما تو همین صفحه گفتیم که بعد از اینکه اون افراد در ایران حالا بازنشست شدن، اومدن اینجا پیش بچه هاشون دارن زندگی میکنن. به علاوه مسئله انتقال دارایی ها و سرمایه ها هم هست کشور دیگه، چون ببینید در یه ساختار مافیایی مثل حکومت جمهوری اسلامی، شما اگر مقام و مسئول باشید نمیدونید که تاریخ انقضاتون کی میرسه و اون روزی که تاریخ انقضاتون برسه فرصت چندانی برای انتقال اموالتون ندارید و اگر مورد خشم و غضب یکی از اون جریان‌های مافیایی رقیبتون قرار بگیرید، چه بسا جان خودتون خودتون هم در خطر قرار بگیرید. بنابراین یکی از مسائلی که ما باهاش روبرو بودیم در این کارزار و دیدیم دلایلش رو و اسناد و مدارکش رو این بوده که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی با این فرض که یک روزی در واقع تاریخ انقضاشون خواهد رسید و یک روزی ممکنه که یک مهره سوخته و بی مصرف برای اون سیستم بشن، اومدن در وهله اول خانواده های خودشون رو نجات دادن، یعنی بچه های خودشون از بازی مافیا بردن بیرون و سعی کردن این بچه ها رو دور کنن، بفرستن به یک کشور دیگه که لااقل در سایه امنیت و قانونی که در کشورهای دیگه هست بچه های اینها امنیت داشته باشن و اگر خودشون مهره سوخته شدن در اون حکومت، لااقل خانواده هاشون در صحت و سلامت و امنیت زندگی بکنن. ضمن اینکه بله، یه راهی هم برای خودشون باز کردن از همین طور که میفرمایید به واسطه قوانین مهاجرت این کشورها که عمدتا یه راهی رو ایجاد میکنه اگه یه نفر موفق به گرفتن شهروندی این کشورها بشه، معمولا برای والدینش هم تحصیلات ایجاد میکنن. بله، برای خودشون هم یک همچین مسیری رو باز کرد. بله، خب من میخوام مشخصا بریم روی به قول
آقایون جمهوری اسلامی مصادیق و هم از رسانه جمهوری اسلامی میخونم و هم از اینستاگرام خود شما و ازتون سوال میکنم که بتونین هر سوالی رو اگر کوتاه و شفاف پاسخ بدین. البته شفاف که دیگه شفافیت کامل در کاراتون تالا بوده، توضیح بفرمایید. خب خیلی خوب میشه که میتونیم به همشون برسیم. خب ببینین، ببخشید، بعضی از این افراد، همین بچه ها و وابستگان به خانواده های جمهوری اسلامی، در حوزه های حساس فنی هن. بعضی هاشون پزشکی و رشته های وابسته، بعضی هاشون تجارت و انتقال ارز و اینا که انشالله توشون پولشویی و قاچاق عتیقه و غیره نیست، انشالله البته عرض میکنم. در حوزه پزشکی و رشته های وابسته، فاطمه اردشیر لاریجانی رو عرض میکنم، دختر علی لاریجانی که گفته میشود در اختلافات باندهای حکومتی دلیل رد صلاحیت پدرش علی لاریجانی حضور همین فاطمه خانم در آمریکا بوده، در دانشگاه کلیولند اوهایو تحصیل کرده و در این زمینه پایگاه خبری آفتاب در ایران نوشت فاطمه لاریجانی در دانشگاه ایالتی کلیولند در اوهایو آمریکا دوره تخصصی پزشکی را گذرانده. با وجود این اخبار درباره علی لاریجانی، حضور فرزند و نزدیکان نامزدهای ریاست جمهوری در خارج از ایران و تابعیت دوگانه آنها مانعی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. اما خب خبرهای غیر رسمی گفت هست. حالا سوالم اینه آقای رزاقی، لاریجانی ها چند تاشون در آمریکا و کانادا و انگلیس هستند؟ واقعا نمیشه شمار تعدادشون رو، اقلا در این کارزاری که ما را انداختیم اقلا 6-7 تاشون رو معرفی کردیم، بیشتر هم هستن. واقعا نوه های آمیز هاشم آمولی واقعا در کل کانادا، انگلیس، آمریکا پراکنده هستن، چون خب برادران و لاریجانی تعدادشون زیاده، اینا هر کدومشون هم تعدادی بچه دارن، این بچه ها هم همه رو فرستادن خارج. فکر نمی کنم اصلا از در واقع فرزندان این برادران لاریجانی کسی تو ایران مونده باشه این تعدادی که ما دیدیم خارج از کشور هستن. در انگلیس زیادن، در کانادا زیادن و در امریکا هم همین خانم فاطمه اونجوری که گفته شده در امریکا هست. و خب سه تا بچه های میز هاشم آمولی لاریجانی به اصطلاح که شما فرمودید که نوه های اومشن و پسر های اینا، سه تاشون، یکشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضاییه، رئیس سابق قوه قضاییه، یکشون رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و همه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند و یکی دیگرشون هم که مسئول حقوق بشر قوه قضاییه شون. باری برای تک تک این فرزندان حکومتی شما نامه نوشتین و رسما ازشون خواستین که جواب بدن و این متنی که شما نوشتین خطاب به اونا و ازشون خواستین جواب بدن. من یه کوتاه به بعضیاش میپردازم. مثلا خطاب به مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی، شهردار خیلی پر سر و صدا و ولایی تهران، نوشتین خانم مریم زاکانی، مثل اینکه شما از ایران پول در می آورید و در سوئیس خرج می کنید. اول به بهانه درس خواندن به سوئیس رفته بودید، ولی ظاهرا مدتی به ایران برگشتید و پس از سر و سامان دادن بیزینس پر رونقی که با همسرتان راه انداخته اید به سوئیس برگشته اید. لطفا شفاف سازی بفرمایید که الان دقیقا در کجا اقامت دارید و مخارج زندگی و تحصیل شما در سوئیس چگونه تامین شده است. همچنین در مورد پروژه هایی که شرکت شما و همسرتان از سازمان های دولتی و خصوصی دریافت کرده و شراکت با رامبد جوان هم شفاف سازی کنید. آره از جواب دادن به شما؟ جواب دادن هیچی. اگر الان نگاه کنید لینکدینشون هم بستن، چون خب مردم میرن به این اکانت هایی که اینها در سوشال میدیا دارن، به هر حال براشون پیام میفرستن، ازشون درخواست میکنن که جواب بدن و اینها چون نمیخوان جوابی بدن و اصولا در قاموس جمهوری اسلامی پاسخگویی یک واژه و مفهوم تعریف نشده یه، جواب نمیدن و اون اکانتاشون رو میبندن تا اینکه در واقع کسی باهاشون تماسی
نگیره. به هر حال ببینید مثلا همین مورد خانم مریم زاکانی رو که گفتید، ما اصلا اسم این کمپین رو و این کارزار رو گذاشتیم مطالبه شفاف سازی. علتش هم این هستش که ببینید ما با یه حکومتی روبرو هستیم و با یه مسئولینی روبرو هستیم که خط قرمزی برای دروغ گفتن ندارن، و وقتی هم که دروغ میگن و دروغشون فاش میشه هیچ عواقبی براشون نداره، یعنی هیچ بازخواستی نمیشن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد و ادامه میدن. بنابراین در مرحله اول اینا سعی میکنن که جوابی ندن اصلا، و در واقع سوالاتی که ازشون میشه رو نشنیده بگیرن و ندیده بگیرن. اگر یه مقداری فشار روشون زیاد شه، معمولا هم فشار روی اینا زمان زیاد میشه که دعواهای درون خودشون مجبور میشن پاسخگو باشن، یعنی رسانه‌های درون خودشون تو دعواهای درون جنایی و درون باندهایی که درون خود حکومت هستن به اینها در واقع گیر میدن و بهشون ازشون سوال میکنن. اونجا هاست که ما این جوابایی میشنویم، مثلا در رابطه با خانم مریم زاکانی، آقای زاکانی در پاسخ به همون رسانه‌های داخل که ازشون پرسیده بودن گفتودن من خبر ندارم که دامادم و دخترم چه شرکتی دارن، چه کار میکنن، اگر فسادی کردن برید یعقشون بگیرید. ولی خب ببینید این حرف از اون حرف هاست که واقعا هیچ کس در ایران، کسی که یک روز در ایران زندگی کرده باشه و فضای اونجا رو تجربه کرده باشه، این حرف اصلا براش بی‌معنیه. به خاطر اینکه ببینید اگر خانم مریم زاکانی صرفا به عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاه شریف یا دامادشون همینطور، که البته ما اخبار زیادی هم راجع به این فرزندان مسئولین داریم که پذیرششون هم در این دانشگاه‌های به اصطلاح سطح اول ایران با زحمت خودشون نبوده، یا لااقل فقط با زحمت خودشون نبوده و سهمیه دارن، سهمیه هاشون هم پدرانشون هستن، هستن جاهای مختلف از این قوانینی که تصویب کردن استفاده میکنن، یه رشته دیگه اینا قبول میشن، یه دانشگاه دیگه قبول میشن، اینا رو منتقل میکنن به دانشگاه، در واقع یک برایند رزومه سازی و اعتبار بخشی به این فرزندان مقامات جمهوری اسلامی هم در جریان بوده ظرف دهه‌های گذشته، و اینا یکی از افتخاراتشون این هستش که همیشه وقتی ازشون سوال میکنید که خب شما این وضعیتی رو که دارید چیه، میگم ما فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستیم، ما رشته پزشکی در فلان دانشگاه خوندیم. ولی وقتی نگاه میکنید یا با دوستانشون که صحبت میکنید هم دوره یاشون، مشخص میشه که خیلی از اینها با زحمت خودشون یا فقط با زحمت خودشون نبوده که موفق شدن این دانشگاه های سطح اول ایران رو قبول بشن. حالا فرض بذارید که مثلا خانم مریم زاکانی یا اون آقای حیدری که دامادشون هستن، اینا بسیار بچه های باهوشی بودن و با تکیه بر استعداد خودشون موفق شدن در دانشگاه شریف در یه رشته مهندسی فارغ التحصیل بشن، درس بخونن. خب ما چقدر فارغ التحصیلان دانشگاه شریف داریم که بسیار هم بچه های باهوش و با استعدادی هستن و بسیار هم با دانش هستن، اینها چقدرشون موفق شدن شرکت هایی در یک دهم ابعادی که شرکت های آقای حیدری و خانم مریم زاکانی درست کردن درست بکنن، و قراردادهایی با جاهایی مثل صدا و سیما و بانک های مختلف و شرکت های اصطلاحا خصولتی که همشون هم در واقع قراردادها و پروژه هاشون رو با امضاهای طلایی مدیران خود جمهوری اسلامی واگذار میکنن، چقدرشون تونستن از این نوع قراردادها بگیرن و در کسب درآمد بکنن. بنابراین بله، این مسئله که شما میفرمایید در رابطه مثلا با خانم زاکانی، یکی از مسائلی که فسادهایی که فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی دارن همینه واقعا، که اینها رو آوردن یک فرآیند اعتبار بخشی براشون درست کردن در دانشگاه مختلف ایران و بعدش هم دانشگاه مختلف خارج از کشور. اینها رو بگی این جملتون رو تموم کنید تا من عرض کنم خدمتتون. بله، اینها رو مشغول به تحصیل کردن و بعد اینها رو یه افراد معتبری میدونن و درآمدهای اینها رو و زندگی بسیار مرفع اینها رو و اموالی که اینها زیر اسم خودشون دارن رو ناشی از تلاش این بچه ها
و در اثر کسب علم و دانش و کار و فعالیت خودشون جا میزنن، در حالی که اینجوری نیست و اینا همچنان با استفاده از رانت والدینشون بوده که موفق شدن این اموال رو به دست بیارن. بخش مهمش هم اموالی است که از پدر مادرشون کسب کردن و به نام اینا منتقل کردن. ببینین شاید بعضن حتی دو طرف هم باشه، اینو خواستم عرض کنم. مثلا در حوزه تکنولوژی من سه حوزه کردم، پزشکی و رشته‌های وابسته و فناوری‌های حساس و تجارت و بازرگانی. اینو در حوزه تکنولوژی حساس فرض بفرمایید وحید عارف، این ایشون ممرضا عارف پدر وحید عارف، ممرضا عارف سه تا پسر داره، یکشون حمید رضا همون ژن خوبه که میشناسینش، یکی وحید و یکی سعید. پسر محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر وحید عارف، پروفسور وحید عارف در یکی از حساس ترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه شهر اشتوتگارت در آلمان به عنوان محقق و استاد مهمان مشغول به کار است. یکی از موارد تحقیقاتی این مرکز بر روی تکنولوژی پهباد هاست. یکی از بینندگان برام نوشته که من زندانی سیاسی دهه 60 و مقیم آلمانم. درباره حساسیت موضوع و حضور وحید عارف در این مرکز به دانشگاه مربوطه نامه نوشتم اما پاسخی دریافت نکردم. آقای رزاقی، آیا واقعا می شود پذیرفت که این وحید عارف که در اونجا داره در این مرکز اساس سالا به عنوان مهمان به ویژه داره کار میکنه با پدرش که اصولا خانوادگی در کار تلفن و تلگراف و حالا دیگه تلفن همراه و پهباد کار میکنن، میشه پذیرفت که این حضور وحید عارف در یکی از حساس ترین مراکز فناوری پهباد در آلمان تصادفی است؟ نه، به هیچ وجه تصادفی نیست و ما که سالها در کشورهای غربی زندگی کردیم و خود من که تجربه وکالت در ایالات متحده رو چندین ساله که دارم کاملا میدونیم که گرفتن شغل در جاهایی که کوچکترین حساسیتی نسبت بهش هست برای اینکه ممکنه که اونجا فناوری حساسی باشه یا اطلاعاتی باشه یا فناوری باشه که استفاده دوگانه حتی داشته باشه، اینا تابع مقررات مشخصیه، بسیار حساسیت روش وجود داره. شما مثال آقای عارف رو زدید، من مثال پسر آقای الهام رو اضافه میکنم که ایشون از ایران خارج شده، ظاهرا رفتن روسیه اول، در اونجا با بورسیه در واقع دولت جمهوری اسلامی در روسیه ظاهرا اونجا فوق لیسانس هوافضاشون رو گرفتن، این ادامه تحصیل دادن و بعدش هم در یک دانشگاه دیگه که الان حضور ذهن ندارم، به هر حال ایشون دکترای هوافضا رو در خارج از کشور میگیرن. البته هم اینجا هم یه فسادی اتفاق افتاده و این است که ایشون چون با بورس رفته بودن یه خونه ای رو در تهران که متعلق به پدرشون بوده در واقع در رهن گذاشته بودن، به عنوان وثیقه گذاشته بودن و بعدن بر نمی گردن ایران ایشون و در زمان دولت روحانی اقداماتی انجام میشه که ظاهرا اون خونه رو در واقع توقیف بکنن چون ایشون بر نگشته بوده، اما نهایتا پدرشون اعمال نفوذ میکنه، این قضیه رو انقدر کش میدن تا با چندین برابر شدن یا چند ده برابر شدن قیمت دلار در ایران به نسبت اون زمانی که اون فرد رفته بوده و چون تعهد ایشون تعهد ریالی بوده نه دلاری، انقدر اون مبلغ ناچیز میشدن مقابل دلار که احتمالا با نصف حقوق یک ماهشون آقای الهام میتونن در واقع اون تعهد رو تسویه بکنن. به هر حال ایشون الان در صنایع هواپیماسازی حساسی داره کار میکنه در آلمان. بچه‌های ایرانی که در هوافضا تحصیل کردن بعد از اینکه پست ایشون رو دیده بودن با من تماس گرفتن، گفتن که ما سالهاست که با ایران رفت آمدی نداریم، شهروند آمریکا هم هستیم ولی هنوز که هنوزه یا به ما شغلهای در این زمینه مسائل هواپیماسازی نمیدن یا اگر میدن هر سال میان سراغ ما و فرمهای تحقیق برامون میفرستن که پر کنیم بکگراند چکمون رو هر سال اینها تجدید میکنن فقط به خاطر اینکه ما ایرانی هست. بنابراین نه، اینجور نیست و من فکر میکنم که استخدام این افراد در این شرکت ها و حضورشون در این صنایع حساس اتفاقی بشه. من فقط یک
اشاره دیگه بکنم از اینکه دیگه پسر آقای عارف، دکتر سعید عارف که وارث ژن ممرضا و حمیده مروجه، به نوشته شما در اینستاگرام. حمیده مروج هم در رشته پزشکی، یعنی جراحی پلاستیک و این چیزاست، زن ممرضا عارف، که براش نوشته بودید که نوشتید روی اینستاگرامتون که دیروز که در پست مشکات دیناربند صحبت انتقالی پسر دیناربند از دامپزشکی کرج به رشته داروسازی شد، ایشون اعتراض کردند که چرا برای شما که از دامپزشکی گرگان به رشته پزشکی منتقل شدی پست نمیذارم. جستجویی کردم دیدم شما هم مثل مامان تو کار پوست و زیبایی هستی که رشته بسیار مورد نیازی برای مقامات جمهوری اسلامی و خانواده هاشونه، که دقیقاً درست فرمودید، از کندن جای مهر، صاف کردن جای مهر گرفته تا این بوتاکس های درب و داغون کننده ای که و چه میدونم کارهای دیگه ای که رو صورت مثلا محسن رضایی و اینا میکنن و حالا بقیه. ببینین دقیقا اینو من خوندم برای اینکه در تایید صحبت شما که اینها در داخل ایران هم با رانت حکومتی، در واقع رانت پدر مادرهاشون، مدارکشون رو میگیرن، همینطور که سعید عارف هم از دامپزشکی گرگان به رشته پزشکی منتقل شد که میدونیم خیلی سر صدا شد. حالا من برای اینکه وقت رو در این زمینه هدر ندم، اجازه بدید به مخشاد صبحانی بپردازم، دختر جلیل صبحانی، که بعدم میخوام ازتون سوال بکنم. یکم متن مفصله ولی برای اینکه بشناسنشون بیننده ها من سریع میخونم. ایران وایر از متن کامل حکم دادگاه جلیل صبحانی متهم در دو پرونده تبری و پتروشیمی گیت در ایران نقل کرده است. متهم آقای جلیل صبحانی در تورنتو کانادا بالغ بر 50 میلیون دلار و در لندن بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار پوند املاک مورد خریداری قرار داده. به علاوه در لس آنجلس آمریکا، آلمان، دبی، ترکیه مبالغ انگفتی جهت خرید املاک اختصاص داده و هرگز یک کارمند در منصب مدیر در بخش دولتی، چون ایشون مدیر پتروشیمی بودن، و در بخش خصوصی نمیتواند چون این درآمدی داشته باشد که در خارج در نقاط مختلف املاک داشته باشد و در داخل کشور هم دارای چندین شرکت باشد. ملک خریداری شده در تورنتو به نام خانم الهام خواجه‌پور دزپولی، همسر جلیل صبحانی، به ارزش 2,700,000 دلار. ملک خریداری شده در تورنتو به نام متهم آقای جلیل صبحانی به ارزش 930,000 دلار که به خانم محشاد صبحانی فرزند جلیل فروخته شده. ملک در لندن در خیابان فلان به نام خانم محشاد صبحانی. مجموع ارزش املاک خریداری شده در تورنتو کانادا برابر است با حدوداً مبلغ 51 میلیون دلار کانادا و مجموع ارزش املاک خریداری شده در لندن به نام خانم ها محشاد صبحانی، دختر متهم آقای جلیل صبحانی، و الهام خواجه‌پور دزپولی، مامان خانم محشاد صبحانی، برابر است با حدود مبلغ 6,855,000 پوند. شما آقای رزاقی، به محشاد صبحانی دیدم نامه نوشتید و نوشتید که خانم محشاد صبحانی فرزند جلیل صبحانی مدیر عامل سابق شرکت فلان فلان، سلام، پدر شما یکی از مفسدان اقتصادی شناخته شده در ایران است. نام شما در پرونده های مفاسد اقتصادی پدرتان صراحتاً ذکر شده. از جمله ادعا شده که پدرتان املاکی به قیمت 51 میلیون دلار در کانادا و 7 میلیون پوند در انگلیس خریداری کرده و بخش از این اموال را به شما منتقل کرده. لطفاً شفاف سازی بفرمایید. آقا جواب دادن یا ندادن؟ اگه دادن بگین، اگه ندادن خودتون جواب بدین. خواهش می‌کنم. خیلی اینا که جوابی ندادن. البته همکاران پدرشون به زیادی رو در رابطه با پدرشون و هم از جمله خود ایشون اطلاع کردن. همکاران خود ایشون هم در ایران همچنین. یکی از نکات بسیار جالبی که من در این کمپین هم و این تازار هم بهش برخوردم همین که چقدر مردم اونهایی که اینها رو از نزدیک میشناسن و به دلایل مجبور بودن با اینا کار بکنن، حالا اینا شرکتی داشتن، این مجبور بودن تو شرکت اینا کار کنن یا کارمندانی بودن که در مجموعه های تحت مدیریت اینا کار میکنن، چقدر اینها دل پوری از این افراد دارن و چقدر از مفاسد اینها رو اطلاع دارن. یعنی اینها به قدری روشون زیاد شده که در اون مجموعه هاشون هیچ گونه رعایت و ملاحظه‌ای نمی‌کردن و به صورت علنی انواع اقسام کارهای غیرقانونی و فساد رو انجام میدادن و بنابراین
تعداد زیادی از افرادی که دوروبر اینها کار میکردن، حالا کارمندهای مجموعه اینا بودن، گاهی دوستی گهگاه با اینا پیدا کرده بودن بدون اینکه بدونن واقعا اینا کی هستن، اطلاعات بسیار زیادی رو مردم میفرستن از این وابستگان حکومت که علاوه بر اینکه اینا رو معرفی میکنن، اطلاعات زیادی هم میشه که اینا کی هستن. و مورد این خانم مهشاد صبحانی، مورد توی حتی ابعاد و مقیاس های فساد های جمهوری اسلامی که میدونیم فساد های بسیار کلانی هم هست، مورد ایشون حتی یه مورد ویژه‌ایه به نظر من، به لحاظ اون حالتی که ایشون و خانوادهشون داشتن در رابطه با بروخ کشیدن این اموال و ثروت هاشون، که خب همونطوری که گفتید اسناد و مدارکش هست که نشون میده اینها هرگز از راه مشروع به دست نیومده، از راه قانونی به دست نیومده و از راه فساد بوده، ولی همین رو به رخ کشیدن همین اموال و ثروت ها و اینکه چقدر اینها مثلا زندگی خوبی دارن و زندگی لوکسی دارن و چقدر از انواع و اقسام امکاناتی که در تمام دنیا هستش اینا بهره مند هستن، به رخ کشیدن این مسائل در رابطه با ایشون خیلی جالب بود. یعنی عکسایی که من از ایشون نگاه میکردم، یه تعدادیش رو هم تونستیم پست بکنم، چون میدونی اینستاگرام اجازه نمیده در هر پستی بیشتر از 10 تا عکس شما بذارید، ولی صدها عکس از ایشون وجود داره که در جاهای مختلف عکس گرفته و مشخصه که داره از قصد سعی میکنه به بیننده اون عکس‌ها نشون بده که مثلا ایشون چقدر پول داره یا ایشون چقدر مثلا فرض کنید که آدم مهمی که تونسته بره در فلان رستوران یا در فلان نمیدونم باشگاه اونجا غذا بخوره یا اونجا راش بدن که بره داخل. یعنی نوعی اصطلاحاً عقده ترکانی رو هم در رفتارهای ایشون میشد ما ببینیم. چند مورد دیگه هم بودن تو همین کارزار خودمون که این رفتارها رو نشون ببینید. این رفتار عقده گشایانه و این رفتار سخیف و زشت در واقع به قول شما تو بعضی هاشون از جمله این خانم هست و اینا، مهم این است که اینا چجوری میتونن اصلا، بذاریم من قبل از اینکه به یکی دو مورد دیگه سریعتر و فشرده‌تر صحبت بکنیم بتونیم برسیم، من این سوال ازتون میکنم که اینا چجوری این سرمایه ها رو وارد میکنن، خارج میکنن، ارز میفتن ایران و اینا. یک سوال مشخص، شما که حقوقدان هستین در آمریکا به طور مشخص، آیا برای برخورد با وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا و در ادامه کار همین کارزاری که شما دارین، آیا نظر حقوقی راهکاری هست برای اینکه برخورد بشه با این موضوع، تحتوش در بیاد؟ اینو بگین تا من به همون موضوع یکی دو مورد بعدی بپردازم. خواهش میکنم. ببینید، راهکار قانونی که حتما اینجا وجود داره، اراده سیاسی وجود نداره اونجوری که من متوجه شدم. از نظر قانونی خیلی از ایرانی هایی که در امریکا زندگی میکنن تجربه اینو دارن که با انتقال مبالغ خیلی کم، مثلا 500 دلار، 1000 دلار، جابجا کردن این پول ها، بانک های اینجا حساباشون رو بستن یا اینکه به هر حال اومدن سراغشون و ازشون سوال کردن که منبع این پول چی بوده، برای چی این پول رو آوردی. بسیاری از ایرانی هایی که در آمریکا زندگی میکنن هر سال براشون از بانک های آمریکایی نامه میاد و از یه پرسشنامه هایی رو میفرستن که اینا باید جواب بدن، که فقط به خاطر اینکه ایرانی هستن و یه تابعیت ایرانی رو داشتن باید جواب بدن که و شفاف بکنن گذشته خودشون رو و اینکه با این پولایی که تو حسابشون هست دارن چی کار میکنن. بنابراین نه تنها از نظر قانونی بلکه ساختارهای اجراییش هم در آمریکا وجود داره اگر بخوان با اینها برخوردی بکنن یا شفاف سازیشون بکنن اینها رو. اون چی که وجود نداره اراده سیاسی است. چرا اراده سیاسی وجود نداره؟ من ارجاع میدم شما رو به کتاب هنر تحریم که آقای ریچارد نفیو نوشته، که ایشون معمار تحریم های ایران هست و همین الان هم دوباره برگشته به دولت آقای بایدن و اونجا مشاور همین آقای رابرت هالی هستش. اگر شما کتاب ایشون رو مطالعه بکنید، در یه بخشی، من فکر کنم یه پستی هم در
صفحه اینستاگرام هم دقیقا راجبش گذاشتم و در واقع عکس اون سفر رو هم در صفحه اینستاگرام هم گذاشتم. ایشون صراحتا میگه که بازگذاشتن راه خروج ارز از ایران و این که کالاهای لوکس وارد ایران بشه و در واقع در ایران اتفاقی بیفته که مسئولین و وابستگان به قدرت تنها کسانی باشن که بتونن اونجا زندگی های لوکس برای خودشون ایجاد بکنن، یکی از اهداف ما بوده در طراحی این تحریم ها. یعنی تحریم ها رو طوری طراحی کردیم که راه خروج ارز از ایران توسط وابستگان حکومت و همچنین ایجاد زندگی های لوکس و لاکچری در ایران برای این افراد بسته نباشه. توجیه هم که ایشون میکنه در کتابش اینه که ما فکر میکردیم که اگر این کار را اینجور تحریم ها رو در واقع طراحی بکنیم، مردم ایران به اون نفاق و ریاکاری مسئولین خودشون بیشتر پی میبرن، فشار رو روی مسئولین ایران و مقامات حکومت ایران زیاد میکنن و از این طریق ما میتونیم حکومت ایران رو وادار بکنیم به تغییر سیاست هاش. و این متاسفانه یک نقطه بسیار بسیار تاریکی است در سیاست خارجی آمریکا و طراحی تحریم ها، که صراحتا ما میبینیم که اراده سیاسی در آمریکا نه تنها بر این تعلق نگرفته که با این افراد برخورد بشه، بلکه لااقل ما در برهه ای از روابط بین ایران و آمریکا میبینید که اساساً دولت آمریکا تحریم ها رو طوری طراحی کرده که به این وضعی که شما امروز میبینید دامن بزنه و اجازه این کار رو و بستر این کار رو فراهم کرده. خب البته اینکه اراده سیاسی برای برخورد با اینا وجود نداره به نظر میاد همینطوری که شما میفرمایید، ولی در پیوند با اینکه دلیلش های صحبت اون آقایی بود که شما نقل کردین ازش، به هر حال اون با مسئولیت خودتون و آقایی که ازش نقل کردین، بنده به هیچ وجه برام خیلی منطقی نیست که این دلیل باشد. و ولی ماجرای این که مثلا ما تحریما رو اینجوری طراحی کردیم که اجناس لوکس بره ایران و یعنی فقط محدود بشه به همین موضوع، در حالی که به نظرم دامنه خیلی وسیع‌تری داره. حالا آقای رزاقی بحث اونی نیست، من فقط خواستم، متاسفانه فرصتمونم خیلی کمه، من در همین زمینه ازتون بپرسم. نوشتید به آقای مهدی میردامادی نجف آبادی، فرزند محسن میردامادی نجف آبادی، از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران در سال 57-58. نوشتید شما به همراه عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، حمیده بیطرف، دختر حبیب الله بیطرف و زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، یکی از چهار فرزند گروگانگیران سفارت آمریکا در تهران هستید که در آمریکا شناسایی شده اید. این سوالات را از سه نفر دیگر هم پرسیدم، از شما آقای مهدی میردامادی هم میپرسم. با توجه به اینکه پدر شما به معنای واقعی کلمه یک تروریست بوده که مستقیما علیه منافع ملی آمریکا دست به اقدام عملی زده و شهروندان آمریکایی را گروگان گرفته، آیا شما برای اخذ ویزا و متعاقبا اقامت ایالات متحده آمریکا با مشکلی مواجه نشدید؟ دو، دانشجویان ایرانی که تا پیش از اقدام خائنانه پدر شما و دوستانشان به راحتی می توانستند برای تحصیل به آمریکا بیایند، اکنون بیش از 40 سال است که برای گرفتن ویزای تحصیلی باید از هفخانه رستم بگذرند و بسیاری از آنان هم علارغم شایستگی و پس از صرف هزینه‌های فراوان موفق به دریافت ویزا نمی‌شوند. آیا شما سر سوزن شرم و شرافت در وجودتان نبود که لااقل با آمدنتان به آمریکا به ایرانیان دهنکجی نکنید؟ آیا از این همه ایرانیانی که 40 سال از تاوان خیانت پدران شما رو دادن خجالت نکشیدید وقتی برای گرفتن ویزا پا در سفارت آمریکا میگذاشتید؟ آقای رزاقی، آیا اگه اینا آمریکا نمیمدن میرفتن یک کشور دیگه، شما اینقدر خشمگینانه باهاشون برخورد میکردین؟ ببینید، در مورد این 3-4 نفر که حالا البته ما شنیدیم بیشتر هم هستن، داریم تحقیق میکنیم راجبشون، واقعا یکی از دلایلی که من خیلی خشمگین شدم خودم و مردم هم اگر شما در کامنت ها نگاه بکنید همینطور است، اینه که ببینید پدران اینها اقدامی که کردن
یکی از خائنانه ترین اقداماتی بوده که در تاریخ معاصر ایران شما میتونید پیدا بکنید. یعنی صدمه ای که اینها به ایران زدن و ابعاد اون حرکت خائنانه ای که اینها کردن با اشغال سفارت آمریکا چندین نسلی که ایران رو گرفتار کرده، مردم ایران رو ببینید وقت نداریم آقای رزاق، یه دقیقه وقت داریم. من سوال مشخصم اینه، چجوری وقتی که بچه‌هایی که تو ایران میرن سربازی مثلا میفسنشون فلان واحد سپاه، اینا رو بهشون ویزا نمیده آمریکا؟ شما چون حقوق دارین میپرسم ازتون، میگه چون سپاه تروریسته. به این بچه‌هایی که ربطی به سپاه ندارن چون سربازیشون تو سپاه رفتن ویزا نمیده، ولی به اینا که به قول شما باباشون تروریستن راحت ویزا میده، داده و اومده اقامت میده، شهروند میشن فلان میشن. یه دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم. ببینید، همون بحث اراده سیاسی است که من خدمت شما عرض کردم. از نظر حقوقی و قانونی به هر حال دولت آمریکا این اختیار رو داره که به هر کی دلش میخواد ویزا بده و هر کی دلش نمیخواد ویزا نده، و اینجا همون اراده سیاسی است که شما میبینید و همون بحثی که اول با هم کردیم که به نظر میرسه نوع دیپلماسی پنهان و همچنین روابط پنهان پشت پرده یا تجاری و غیره اینجا نقش داره. ما یکی از کارهایی که ما ایرانیان آمریکا باید انجام بدیم این است که از دولت آمریکا این سوالات رو بپرسیم دقیقاً که چرا این وضع وجود داره و اینها چرا ویزا تونستن بگیرن بیان. و این مطلبی که شما فرمودید بسیار مهمه، در شرایطی که یه نفر که سربازی اجباری در سپاه رفته رو شما محروم میکنید از اینکه پیش زن و بچه‌اش بیاد در امریکا، شما چطور یک فرزند یک گروگانگیر تروریست رو که اقدام مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا و جان شهروندان آمریکایی کرده چطور در خاک خودتون پذیرید؟ بسیار سپاسگزارم آقای کیانوش رزاقی، حقوقدان در آمریکا. بریم پرده آخر. دونها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد. عفوشون نمی کنیم، نخواهد کردن. دونها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد. عفوشون نمی کنیم، نخواهد کردن. شب و روزگار خوش.